بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه قرار از بحث ویندوز سرور 2008 دو موضوع بخونیم. یکی مبحث فایل شیرینگ، چی قسم فایل شیر بکنیم، چی قسم پرمیشن بدیم، و موضوع دومی ریموت دسکتاپ. میرم موضوعات لیست میکنم، بعد شروع میکنیم به کار کردن. نوت پد رو باز میکنم. این جلسه انشاءالله دو موضوع میخونیم. موضوع ساده، خیلی هم ساده. یکی به اسم فایل شیرینگ و موضوع دومی به اسم چی؟ ریموت دسکتاپ. ریموت دسکتاپ. خب به موضوع فایل شیرینگ، هر وقت شما خواسته باشیم فایل شیر کنیم، چی قسم یک فایل شیر بکنیم و چی قسم از طریق پی سی دیگه به او اکسس یا دسترسی داشته باشیم، این موضوعات رو میخونیم. پیش از اینکه او کارو بکنم، اول میرم یک فایل یا یک فولدر میسازم، بعد میرم او شیر میکنیم. برای ساختن یک فولدر امو راست کلیک کردن رو صفحه دسکتاپ گزینه فولدر. یک فولدر ساختین، میتونم نام هم بدم برای از اینکه وقتی میبینیم متوجه بشین این به اسم چی باشه. یک اسم خود بگین، شما بگین. این فولدر به اسم علی باشه. اینا یک فایل شیر شده دارم، ما هم به اختیار یوزرهای قرار بدم که در همین نتورک وجود داره. میرم به یک قسمت این فولدر هست، این فولدر هم میندازم داخل فولدر به اسم علی. رو از این راست کلیک میکنیم. قسمت گزینه پروپرتیز تابی داریم به اسم شیرینگ، روی کلیک میکنیم. بعد میاد قسمت شیر رو کلیک میکنیم. وقتی رو شیر کلیک بکنیم، از اینجا بعد مشخص بسازیم که این فولدر شما برای چه اشخاصی هسته. میریم از قسمت گزینه افریوان انتخاب میکنیم، یعنی برای هر کس خواسته. اگه گزینه افریوان نخواسته، میتونیم یوزر رو مشخص بسازیم. یوزر احمد بتونه به دسترسی داشته باشه، محمود، هر کسی خواستیم. از کدوم گزینه؟ از این گزینه فایندر کلیک میکنیم. بعد میگیم باش اولی گزینه رو کار کنم، بعد گزینه دوم بر اساس فایل کار میکنه که کدوم یوزر دسترسی داشته باشم. حالا ایوریوان به اینجا به این لیست اضافه کردم. ایوریوان از اینجا انتخاب کردین، اد زدیم که به این قسمت اضافه بشه. ایوریوان چه قابلیتی داره؟ فقط قابلیت رید یا خواندن داره. شما میتونید از اینجا مشخصات بیشتری بدین. اگر به حالت عادی کار بکنیم، اینجا رید و رایتر میاره به شما، منتها به ویندوز سرور 2008 گزینه‌های فرق میکنه، منتها کار کردی و اینه چیزه. شما میرین گزینه کوونه رو انتخاب میکنیم، یعنی مثل صاحب از او باشه، هر کار خواسته باشه رو از او فایل انجام داده بتونه. گزینه شیر رو میزنین، بعد این فایل دن، این فایل شیر شد، ولی در حقیقت این هنوز شیر نشده. چی وقت شیر میشه؟ میرین قسمت ادوانس شیرینگ، رو گزینه ادوانس شیرینگ تا همی گزینه تیک نزنیم، شیر دس فولدر رو تیک نزنیم، او فایل هیچ وقت شیر نمیشه. بعد میرین قسمت پرمیشن، به او فایل خود اجازه میدین که او فایل شما چی کارهایی رو از او انجام بشه. ببینیم فعلا قابلیت چی تیک زده، قابلیت رید. او چیه؟ الو یعنی اجازه داده شده. اگه شما دینایر انتخاب بکنیم، یعنی او قابلیت رو میتونیم از او بگیریم، و اگر الو تیک بزنیم، یعنی او قابلیت رو میتونیم برای از او فایل خود اضافه بکنیم. من میگم قابلیت چنج رو تغییر آوردن هم داشته باشه، یا ساده فول کنترل انتخاب میکنیم که هر کاری خواسته باشه رو از او فایل ما انجام بده. بعد این گزینه اوکی میکنین، ایرم اوکی میکنین و ایرم کلوز میکنین. حالا ببینید این فایل شیر شد و عکس یا علامت یوزر رو از این قرار گرفت که به این فایل دوسته نفر غیر از این سایوزی میتونم دسترسی داشته باشن. این فایل حالا نوشت را گذاری شد که چی قسم یک فایل شما شیر بسازین. این بود شیر کردن یک فایل. حالا چی قسم به شما به این فایل دسترسی داشته باشین. از لحاظ شکل ظاهری یک نکته به شما بگم، البته روی یک فایل اگه ویندوز XP استفاده کردیم، حالت دستی از این فایل قرار میگیره، یعنی به اختیار همگی قرار میداره. و اگر به ویندوز سرور 2008 کار بکنیم، به صورت دو تا یوزر به کنار از این میاره که یعنی برای یوزرهای میتونم از این استفاده کنم. این بود نوعی شیر کردن. حالا میرم با میتونیم یوزرها را مشخص بگیم که کدوم یوزرها به همون فولدر دسترسی داشته باشن. یک فولدر دیگه میسازم به این قسمت به اسم نیو فولدر. شما نام خود بگین. احمد زیاد شده دیگه، بگین. حسین علی. میگم نام حسین علی. این فولدر به اسم حسین علیه. شما میخواین این فولدر رو شیر بکنیم. به کی شیر بکنیم؟ نه ما این کامیگی و نتورک دسترسی داشته باشن، فقط احمد و محمود و همون کسانی که جزء دومین هم شما میتونید اونا رو مشخصا انتخاب کنیم. رو فایل خلاص کلیک میکنیم، پروپرتیز تاب شیرینگ گزینه شیر. از اینجا میرم
ببینید گزینه‌ای داره اسم چی؟ ایوریوان نو ما انتخاب کنیم. چی نوشته؟ فایند، یعنی پیدا بکن. روی کلیک میکنه. بعد میگه بگو قسمت گزینه ادوانس کلیک میکنم. ادوانس که کلیک کردیم بعد گزینه فایند نو پیدا بکن همین حالا. روی کلیک میکنه. حالا همین یوزرایی که به نتورک شما باشه به این پایین کلا مشخصات نار میاره. حالا من میرم همون یوزرا دقیقاً به شما نشون میدم که ببینید ما کدوم یوزرا قبلا ساخته بودیم. حالا میبینیم به قسمت. یاد شما نه قسمت 15 ساینس اینا قبلا به قسمت اویوب ساخته بودیم. 15 ساینس کینه احمد عثمانی. این به فایل شما دسترسی داشته باشه. این را انتخاب میکنیم، اوکی میکنیم. حالا میبینیم احمد عثمانی به اینجا اومد که همین یوزر حق داره از استفاده کنه. بگرا دیگه حق ندارن. میرم دوباره یک نفر دیگه هم انتخاب میکنیم. به گزینه ادوانس کلیک میکنم، فاین نور میزنم، میام به این 15 دیگه. این یوزرهایی که بلت این هم یعنی اینا داخل خود سیستم پیش فرض هستن، ولی یوزرهایی که شما ساخته باشیم هم به این جگاه اضافه میشه. چون یکی از شما سوال میکردم اون یوزرهایی که ما ساختیم کجا شد، چرا با ما نشون نمیده. انحال میبینیم اون یوزرها شما به این قسمت وجود داره. میرم به این قسمت 15 ساینس، یک شخص دیگه به اسم بهرام. این نمایم اجازه بدیم، این اجازه نمیدیم. میایم پایین تر، اینا یوزرها بلت اینه، یعنی خود سیستم قبلا ساخته شدیه. میایم پایین تر اینا ببینیم یوزرهای خود سیستم، به اینا کار نداریم. ما قبلا اویو ساخته بودیم، ارگانیزیشن یونیتا، اکانومی، اقتصاد. اقتصاد به اسم کی بود؟ نرگس اسکری. این یوزر بود که ما قبلا ساخته بودیم به قسمت 15 اقتصاد. حالا ما ایرم اجازه بدیم که از فایل ما استفاده بکنه. این انتخاب شده گزینه اوکی میزنیم. حالا ببینیم یوزرنیم و مشخصات از اینا به این جگاه آماد. اگر 10 نفر هم خواستیم از داخل یک دومین 10 نفره انتخاب میکنیم. اگر فقط یک نفر خواستیم دقیقا همون یک نفر انتخاب میکنیم که کار رو به شما او فولدر دسترسی داشته باشه. این رو اوکی میکنم. حالا ببینیم فقط چی کسانی دسترسی دارن به فولدر ما؟ احمد عثمانی و همچنین نرگس عسکری. میریم روی کلیک میکنیم. این آدم چی کار کرده بتونه و این نفر دومی چی کار کرده بتونه؟ نفر اولی میگم فقط به این قسمت این نفر هر کار کرده بتونه، ولی یکی دومی فقط قابلیت رید فایل داشته باشه، کپی گرفته نتونه، تغییرات به فایل ما ایجاد کرده نتونه. پس میتونیم برای از اون شخصی که انتخاب کردیم هم پرمیژن تعیین بکنیم که چی کار را انجام بده. شیر میزنیم و بعد گزینه دن، این کار از این انجام شد. ولی میرین قسمت تب ادوانس شیرینگ، شیر دس فولدر، گزینه پرمیژن و این هم فول کنترول هم میتونیم برای از اینو انتخاب کنیم. اوکی کنین، اوکی کنین، این رو اول اوکی کنین و بعد این هم کلوز. حالا این فولدر هم شیر شد دقیقا به همون کسانی که ما اونا مشخصا از داخل دومین رفتیم انتخاب کردیم. بله میتونه برای یک نفر محدود بکنه، میتونه اصلا انتخاب نکنیم یک. حالی استفاده محدود از بستگی داره. ما اگر بریم رو فایل کلیک بکنیم دقیقا میبینیم احمد نمیتونه او کار رو کنه، ولی نفر بعدی که ما فول کنترل برای از اجازه داریم یا فول پرمیشن برای میگن او حق داره، او حق داره. اما یک کاری که انتخاب کردیم ببینیم به این جگاه ما پرمیژن دادیم، ولی به اون جگاه حق استفاده کردن از اون دادیم که آیا بوتون استفاده بکنه. یعنی حالا این فایل کلیک میکنه وارد میشه، ولی وقتی خواسته باشه تغییرات ایجاد بکنه احمد نمیتونه، نفر دومی میتونه. این به اون مبحث ارتباط داره. وقتی رو فایل با کلیک بکنیم میبینیم. پس این بود نحوه شیر کردن. حالا میرم از طریق یک سیستم دیگه، از طریق کلاینت به این سرور که به همین فایلایی که شیر شده دسترسی پیدا میکنم. یعنی کلاینت یعنی میرم خواسته باشم به یک پی سی دسترسی داشته باشیم چی کار را انجام بدیم. فایل نوت پد خور باز میکنم، بازم اینا لیست میکنم، شما میتونیم یادداشت کنید. وقتی خواستیم به یک فایل دسترسی داشته باشیم قسمت فونت گزینه سایز رم زیادتر میکنم که واضح تر بشه، مثلا سایزی باشه 20. اوکی. اولین کاری که میکنیم فایل چیکار میکنیم؟ به قسمت فایل شیرینگ اولین دفعه فایل خود شیر میکنیم. کال فایل شیر کردن دیگه یاد گرفتیم. با مرحله دوم چی کار میکنیم؟ هر وقت خواسته باشیم به اون فایل دسترسی داشته باشیم ساده مای کامپیوتر رو باز میکنیم. مای کامپیوتر رو باز میکنیم. بعد از اون با اون قسمت آدرس بار از اون دو تا بک اسلش مینویسیم. بک اسلش زیر بک اسپیس دیگه جا دنبال نگردین. بعد از او آی پی سیستمی که ما این واردشیم رو وارد میکنیم 192
268 داد یک داد یک سیستم سرور ما یک یعنی و به همه قسمت از او می نویسیم. بعد از او به مرحله سوم از شما ممکنه یوزرنیم پسورد پرسان کنه، یوزرنیم و پسورد، یعنی یوزرنیم پسورد که سیستم میخواین وارد بشیم و او کار رو بکنیم از شما پرسان میکنه. یوزرنیم پسورد وارد میکنیم، بعد از پیسی از اطلاعات میتونیم استفاده کنیم. این مرحله انجام میدم. مرحله اول کار ما انجام شده، فایل ما شیر شده، حالا میرم وارد پیسی سرور میشم و همون فایل هایش را گذاشته شده و میبینید چه کار میکنم. ساده مای کمپیوتر خو باز میکنم، یعنی مای کمپیوتر نه به قسمت آدرس بار ازی به همین قسمت دو تا بک سلش می نویسین بعد آی پی و 192.168.1.1 انتر میکنم. به قسمت نتورک نام پیسی میاره، بعد روی کلیک میکنیم یک گرام اونه، فرق نمیکنه یک گرام اونه، اما پیسی هایی که به اون نتورک باشیم برای شما لست میکنه. حالا بیا اردگزینی دیاگنوز که یعنی اجازه نداره و قابلیت وصل شدن نداره. دیاگنوز یعنی تشخیص دادن. بعد شما باز بریم بعضی کارهای رو انجام بدیم، مثلا فایروال رو خاموش کنی که کانکشن به اون پیسی برقرار بشه. یک مرحله که مشکل خود دریافت میکنه، دیتکت میکنه، دیتکتینگ پرابلم، مشکل حل میشه. اگر نشود باز رای الله دیگه میتونی فایروال رو خاموش بکنی. ممکنه شیرینگ فایل در این کسه آف باشه، شما میتونی میره آن بسازین که ای به فایل ها دسترسی داشته باشه. باشه برم از طریق یوزر دومی راست که قسمت مای کمپیوتر رو باز بکنی. ای قسمت دو تا بک سلش IP 192.168.1.1 سرور ما IP 1 انتر میکنم. ببینم باز هم این پی سی هم قابلیت وصل شدن به سرور را داره یا نه. اگر خواسته باشه وصل شه برای میاره، میگه یوزرنیم پسورد سرور را وارد بکن. اگر اجازه ندیشته باشه یا فایروال آن باشه یا بعضی مشخصات دیگه به شما میاره همون گزینه دیاگنوستیک یا تشخیص دادن ایره انتخاب میکنید. بعد میرون قسمت فایروال سرور میبینم که آیا او آنه یا آفه، اجازه میده که ما وارد سیستمی بشیم یا اجازه نمیده. تا یکی این مشکل حل میشه میرون به قسمت سیستم سرور فایروال ازی ببینیم به چی صورته. فایروال به قسمت ویندوز فایروال کلیک بیکنید، چون فایروال که آن باشه اجازه کنکشن با او پی سی نمیده، او رو بلاک میکنه، اجازه نمیده که او دسترسی داشته باشه. میبینیم سرخ بلاک یعنی آفه، باز همه کلیک میکنم برای ازی که متوجه باشین. میبینیم فعلا فایروال ما آفه و هیچ مشکلی نداره. میرم به قسمت بله میرم بله قسمت پی سی بعدی خو که پی سی ممکنه ایه که خاموش نباشه. میرم به این قسمت، گرچه این مهمه که پی سی که میخواین دسترسی داشته باشیم او فایروال آف باشه. نوشته میکنیم فایر ویندوز فایروال، حالا این جزء دیمین هم هست، مشکلی که شما خواسته باشیم میره فایروال. ببینید این فایروال از این یکی جزء دیمین از این آنه ولی برای بقیه آفه که میبینیم سرخه. حالا من میرم قسمت آن آف رو به شما نشون میدم که ببینیم کدوم قسمت مربوط به دیمینه. میبینیم یک جای نوشته مربوط به این قسمت نوشته هوم نتورک یا پرایویت نتورک، این آفه. به قسمت پابلیک نتورک بازم آفه ولی قسمت دومین ما این آنه، یعنی به دومین کس اجازه نمیده که به دسترسی داشته باشه. این هم آف میکنم بعد اوکی میکنم بازم این حالت آنر داره. مثلا ما پرمیژن از این نداریم که این رو آف کنیم. پس میرم به این قسمت دوباره این کلیک میکنم میگم این آف باشه، این رو اوکی میکنم باز هم این حالت آنر داره، ای آف نمیشه. پس میتونی به این قسمت کلیک بکنی، این دیتا دیگر هم باشه پس آن کنم دیگه، چون اصل کار ما همین دومین مانه که بعد ای آف باشه یعنی خاموش باشه. این رو اوکی میکنی بله. ببینیم این نوشته بلاک آل اینکامینگ کانکشن، یعنی بلاک بکو تمام کانکشن هایی که به این میایه، چی تی سی پی باشه، اچ تی تی پی باشه، آی سی ام پی باشه، هر نوع کانکشنی که به این صورت میگیره همگی بلاک بکو.
اگر تیک بزنیم باید اگر علامت دگی بره از اضافه میشه، این باشه تیک بزنون که ببینید. حالا کلا اجازه باز یک علامت قوس مانند روی اضافه میشه که یعنی بلاک شده، اجازه به شما نمیده. خب پس میرم قسمت خود سیستم، پیر میگم آف بشه، حالا یه جزء دیمینه اجازه نمیده که مگه که یوزر به اسم ادمنستریتور داشته باشین. حالا یوزر ما یوزر عادیه، یوزر احمده عثمانیه، یوزر ادمنستریتور نیه که برای او قابلیت داشته باشه. ما هر چی تغییر میدم بازم میبینم پس آن میشه. دوباره میرم به این قسمت کلیک میکنم، پیر میگم آف بکن، اوکی، بازم حالت آنر داره، فعلا نمیام جزء دیمینه. خب این بسته میکنیم، دوباره میرم با خود سرور یک دفعه دیگه ترای میکنیم، یک کاری میکنیم ببینیم همین با سرور اصلا وصل است یا نه. سی ام دی باز میکنم چون باید دقیقا کنکشن بین از این دوتا برقرار باشه، تا کنکشن برقرار نباشه فایل ها شیر شده از این استفاده کردن نمیتونه. کدو کامند بود؟ کامند پینگ آی پی سرور 192.168.1.1 انتر میکنید. این سیستم با سرور وصل و مشکل نداره، میبینیم تی تی ال داره و کنکشن هم برقراره. حالا میرم دوباره گذری مای کمپیوتر رو باز میکنم، این مای کمپیوتر و به این قسمت دو تا بک اسلش وارد میکنیم. آی پی سیستمی که ما این واردشیم مینویسیم 192.168.1.1 انتر میکنم، اینه ای دفعه جواب داد. حالا بیار نگه یوزرنیم پسورد از این سیستمی که تو میوارد از این بشی او را بگو. من یوزرنیم ما هست ادمنستریتور و من سرور منظور منه ادمنستریتور، ادمنستریتور پسورد او چیه؟ اسپل اشتباه ننویسیم یاد شما باشه. پسورد را وارد میکنم یاسر، چون ما وارد سیستم سرور شون بعد یوزرنیم و پسورد از داشته باشون ادمنستریتور و این پسورد رو اوکی میکنیم. حالا وارد سیستم سرور شدیم و به این قسمت کل فایلایی که شیر شده داشته سرور به اختیار ما قرار گیریم. یک فایل به اسم علی ساختم که شما بود نه، یک فایل دیگه به اسم چی بود؟ حسین علی. این دو تا فایل که بدیدیم شیر کردم و این فایل ها قبلا شیر کرده بودیم هر کدوم از اینا. میتونم ولی روی فایل علی کلیک بکنم ببینم داخل از اون یک فولدر دگیه، این فولدر رو سکندر باز بکنم باز داخل از اون دو تا فایل دگیه، یعنی به فایل ها دسترسی دارم. رو از این فایل داکیومنت باز بکنم، اگه به شما اجازه داد که باز بکنیم به این معنی که شما پرمیژن دارین، اگر اجازه نداد که واکنیم به این معنی که شما پرمیژن ندارین. حالا به اینجا من حق رایترم دارم، میتونم با این فایل تکست که اینا دارم این بنویسم چیزی This is shared folder. این فولدر شیر شده نوشته میکنیم Everyone can use it. هر کس میتونه از او استفاده کنه. این فریه. کنترل S سیف کردیم این فایل از ذخیره شد. حالا اینا میتونم داخل فایل خودم چک بکنم این مطالبی که من نوشتم داخل این فایل به اسم علی وجود داره، ذخیره شده هم هست چون قابلیت رید و رایت و فول پرمیژن اینا برای ما دادن. این فایل بیت مپی میتونه یک عکس باشه که ایر باز بکنه. میریم دنبالتر ولی فولدر دیگه داشتیم به اسم حسین علی، رو از این هم کلیک میکنم فولدر حسین علی چی فایل داخلی و نبود، خالی بود. حالا میبینیم من به این دسترسی دارم، میتونم یک فایل در داخل از این ایجاد بکنم. قسمت نیو برم به این قسمت یک فایل بسازم، یک زی فولدر بسازم. ببینیم یک زی فولدر داخل از این فولدر از اینا ساختم. راست کلیک میکنم قسمت نیو، بعد میرم به این قسمت میگم یک فولدر بساز. فولدر به اسم چی باشه؟ نوشته باشه I created. یعنی من اون ساختم. حالا اینا وقتی فولدره که مربوط به دکتاب از اینایه و مربوط به سرور باز بکنم این فایل ها و این فولدر هایی که من از طریق کلاینت ساختم. ببینیم از طریق کلاینت چی؟ ویندوز 7 اورجینال. از طریق از این کلاینت وارد سرور شدیم، فایل ها شیر شده از اون دسترسی پیدا کردیم، به اون فایل ها تغییرات آوردیم، اون فایل ها دیدیم پس سیف کردیم که بتونه استفاده بکنه.
این بود نحوه فایل شیر کردن و وارد شدن به سیستمی که اون فایلای شیر شده داره. میتونم اونا رو کپی بگیرم، پس برم مای کامپیوتر رو باز بکنم، دو تا بک اسلش بعد از وای پی 992.168.1.1. این دفعه بدیم چون سجن برقرار بود، حتی یوزرنیم پسورد هم از من پرسان نکرد. میرم به یه قسمت نیو فولدر، فایل از اینا رو من کپی بگیرم. ببینید اینجا دیگه هم فایل دارم به اسم نیو فولدر، این فایل دیگه بود. این میتونم بیارم قسمت راست کلیک کنم ببینم داخل از این فایل چی نوشته. از این فایل راست کلیک کنم، گزینه ادیت بزنم، ران یعنی اجرا بکن. ببینید این کامند پینگ نوشته که این فایل پینگ میکنه، بعد از اون کامند پینگ دیگه نوشته، بعد از اون فولدر میسازه، سه تا فولدر میسازه به اسم احمد، هر چی که خواسته باشیم. یک بچ فایلی که ایجاد شده، میتونم روی کلیک بکنم ران بزنم، بعد ببینیم سی ام دی شما باز میشه، شروع میکنه به پینگ کردن مثل یک ویروس چیزی بسازی، پینگ میکنه بعد خود سفر بسته میکنه. و این کارهای با بچ فایل ها میسازیم و بعض عملیاتی انجام میدیم. ولی یک فایل بود، مهم نیه شما او طریق دارم منظورم سر دسترسی داشتن به فایل های، نه به بچ فایل ایجاد کردن و شکل ویروس و دیگه فایل هایی که داره. به این فایل دسترسی داشتیم، فایل را ایجاد کردیم، فایل را تغییرات آوردیم، ولی پس میتونیم فایل از حالت شیر شده بیرون بیاریم. چی قسم یک فایل از حالت شیر شده پس بیرون بیاریم؟ پس میرم به سیستم سرور، هر وقتی خواستیم فایل فقط شیر نباشه راست کلیک میکنیم روی همون فایلی که دارین، گزینه پروپرتیز میرین، گزینه شیرینگ، گزینه ادوانس شیرینگ، کافی همی تیک از زیر ور دارین، بعد گزینه اوکی بزنیم، همون تیک که ور دارین دیگه همون ایرم یس میزنید، اون فولدر از حالت شیر شده دیگه میای بیرون، کسی به نتورک شما به او دسترسی نداره. حالا پس میرم به قسمت پی سی سرور، اگه خواسته باشیم بازم ببینیم دقیقا این چیزه دیگه، بود فایل بود فولدر کسی دسترسی داشته نمیتونه چون گزینه شیر شدن از اون تیکر ور داشتیم دیگه، او به اختیار دگرا قرار نداره. موضوع بعدی که خواسته باشیم کار بکنیم اون عبارت ها چیه؟ وی عبارت از ریموت دسکتاپه. یک چیز دیگه هم به شما بگم، هر وقتی که ما این بفهمیم کدوم فایل ها ما شیر شده دارین چیکار میکنین، میرین به این قسمت هر جایی که هستین مای کامپیوتر رو باز میکنین، مینویسیم دو تا بک اسلش، بعد نوشته میکنیم لوکال هاست، لوکال هاست، انتر میکنین، تمام فایل ها و فولدرهایی که شیر شده باشه و این پی سی شما به شما میاره. حالا ببینید فایل به اسم علی حسین دیگه قسمت وجود نداره چون او از بین رفت، البته این قسمت رفته از پی سی ویندوز سرور مر گرفته. میبینیم این پی سی مربوط به ویندوز سرور لوکال هاست رفته گرفته، شما وقتی وارد کلاینت از کلاینت شما میاره این فایل ها و فولدرهایی که داخل ویندوز 7 اورجینال و اصلی مونه. ببینید این فایل های به اسم آفیس و اینا فایل ما شیر شده نداره، مثلا رو از این کد کلیک کنم، فایل های مثلا اکسل، ویدیوهایی که ساختیم از آفیس، ساختیم از پاورپوینت، از سرور 2008 رو از این کلیک میکنم، این ویدیوهایی که شما هم دارین، یا رو آفیس کلیک کنم ویدیوهای سرور 2008 دی ان اس، یک پلی کنیم ببینیم به این محیط قابل دسترس هست یا نه. حالا دقیقا کاری که میشه از طریق از ویندوز سرور ما دسترسی رو پیدا کردیم به فایل های اصلی که داخل خود ویندوز 7 ما وجود داره. بله دسترسی داریم و فایل های خواسته باشین که همی تیرم بکنم از قسمت سرور منیجر همی قسمت پایینی که کلیک کنیم گذر، پس صدا به صورت بلند ضبط میشه. میرم پس این فایل رو پس بدیدیم و فایل ها وقتی لوکال هاست بنویسیم کل فایل های شیر شده که داشته باشیم میاره، چون بعضی میگم من از کجا بفهم فایل ها شیر شده ایمه چی هست، لوکال هاست رو مینویسیم. و یکی دیگه هم هاید شیر داریم، کسانی که زیاد علاقه منده ما یک شیر داریم، یک هاید شیر که اونا به صورت پنهانه، علامت دلار که اضافه بشه او حالت هاید شیر بره میگن. از کجا میفهمیم؟ ببینیم رو مای کامپیوتر خودم راست کلیک میکنم، میرم گزینه پروپرتیز از او، بعد به قسمت داریم به اسم، باید به قسمت منیج میرفتم، رو مای کامپیوتر گزینه منیج، منیج به معنای مدیریت کردن، میرم قسمت شیر فولدر کلیک میکنین، تمام فایل ها شیر شده شما چی حالت هاید شیر باشه و چی به صورت عادی باشه به شما نشون میده.
چون ما ویندوز سرور 2008 بود، دقیقاً ویندوز سرور 2008 اینجا به شما قسمت منیج از او آورده، یعنی قسمت سرور منیجر از او. قسمت باشه برون به قسمت کلاینت، چون این از سروره کلا. بازم برای شما نشون میده که وقت خواسته باشین باشه برون قسمت استوریج ببینید یا ذخیره سازی های اطلاعاتی، قسمت کانفیگوریشن. این هم هست، منتها موقعیت ها از این فرق میکنه. به ویندوز 7 یک جای داره به اسم شیر فولدر که رو از او کلیک کنیم به شما میاره. قسمت دیاگنوستیک بالکم از اون رو همی باشه که به شما نشوندم موقعیت از او. دیوایس منیجر، شیر فولدر باشه اون قسمت دیتا تولز. ساده باشه بریم به ویندوز 7 خو گیر ببینید. قسمت مای کامپیوتر را کلیک میکنین که همین سوال هم حل شد. بعد میره قسمت موضوع امید کار میکنین، منیج میرم تمام فایل ها و فولدرهایی که شیر شده داشته باشیم، چی هایت شیر باشه، چی علامت دلار داشته باشه و چی حالت عادی باشه، به این قسمت برای شما حال نشون میده. فقط میره قسمت شیر فولدر کلیک میکنین. بگذارین صفحه باز بشه یک دفعه. لود رو از زیاد شده. ببینیم چی عنوان چی اینجوری نوشته. شیر فولدر. در حالی که ببینید سرور گزینه دنبال گشتیم وجود داره، منتها موقعیت فرق میکنه. ببینید قسمت شیر اگه من کلیک بکنم، کدوم فایل شیر شده؟ یکی درایو استریم شیر شده یا به صورت هایت شیر. میبینیم یک علامت دلار خودیونه و یکی دیگه دو تا فولدر دارم، یکی به اسم ادمینه که هم هایت شیره و یکی امالته. اینا هایت شیره. هر وقتی که ما برم به این قسمت فولدر دیگه بسازم، من اینا رو مینیمایز میکنم روی صفحه دسکتاپ، من قسمت نیو فولدر یک فولدر میسازم و بعد یه شیر میکنم. باشه نامی رو تغییر دم، نامی هم باشه بهزاد، هر نام دیگه که خواستین. برای از اینکه بفهمیم راست کلیک میکنیم گزینه پروپرتیز، گزینه شیرینگ، از اینجوری گزینه رو به ویندوز 7 هم راحت یاد میگیریم. گزینه فریوان انتخاب میکنم، میبینیم گزینه پایینی چی نوشته، فایند پیپل یعنی مردم دیگر پیدا بکن. فریوان انتخاب میکنیم، اد در میزنیم که به لیست اضافه بشه. اد فقط قابلیت ریدر داره، میتونیم بگیم رید و رایت، یعنی ادو قابلیت دیشته باشه. بعد شیر میزنیم، این به ویندوز 7 که هم به ویندوز سرور یاد گرفتیم و هم به ویندوز 7. و بعد گزینه دان یعنی کار ما انجام بشه. میره قسمت ادوانس شیرینگ، امی تب امی گزینه تیک میزنه، این قسمت پرمیژن فول کنترل اوکی اوکی. خب این گزینه پرمیژن تیک میزنیم، فول کنترل ایوریوان اوکی. ببینین گفتن ایرور اکیورد وایل شیر دس فولدر اکسس از دینایت، دی شیر ریسورسز کانات بی کرییتد at this time. امی فعلا میگه شما فایل یا فولدر شیر کرده نمیتونیم و اکسس از دینای دیوزرهایی که ادمنستریتور نباشم یا حق رایت شیر کردن ندیشته باشم همچین الرت به شما میاره. اما اگه ویندوز شما اصلی باشه، جز دیمین و اینا نباشیم، کارهای عادی به شما اجازه داده شده باشه، هیچ وقتی تلرتای به شما نمیاره. ساده این همون مرحله، هیچ فرقی نمیکنه. تیک امیر ور میدارم پس اوکی میکنیم، دگاه گزینه ایرور هم با ما نمیاره. ولی این فولدر شیر نشد، درست ایوریون انتخاب کردیم ولی شیر دست فولدر از او تیک نزدین. ولی میاییم موضوع دو امیر کار میکنیم. بگیم آیدی نه آی پی، آی پی اگر نام باشه ببینیم فرق نمیکنه. به اساس نام هم اگه شما دی ان اس سرور داشتیم و همون نامو تبدیل شده بود فرق نمیکنه، نامی بدیم چی نام چی آی پی ادرس، چون ما به اساس آی پی ادرس سیستم ما کار میکنه. آی پی رو دادم شما اگه نامی بلدیم نامی بدیم. یا به یه قسمت کلیک کنیم ببینیم ساده، ما کامپیوتر که باز کنم قسمت نتورک خودم کلیک میکنم، بعد ببینیم به شما یه گلیت میاره که نتورک شیرینگ سنتر شما آفر داره. من میگم ایر آن بکن. وقتی آن بکنیم نتورک هایی که به همی پی سی هایی که به این نتورک شما باشه به این قسمت به شما لس میکنه، میتونیم روی اینا کلیک بکنیم، یوزر نیم پسورد اینا رو وارد بکنیم. یک گرام ای یکیه، یک گرام به این صورت که وقت اگر میخواین انجام بدیم فرق نمیکنه. ما به صورت ویندوز اورجینال اصلی به شما این نشون میدم، باز زار صبر کنیم. ولی به این نتورک ازی ممکن 5 دقیقه صبر کنم دو تا پی سی برای ما لس نکنه. این پس بسته میکنم،
میرم موضوع دیگر هم کار میکنیم به اسم ریموت دسکتاپ، باز اینا عملی فایل شیرینگ هم کار میکنیم. نه خیلی گزینه ساده. وقتی خواسته باشیم ریموت دسکتاپ رو کار بکنیم ببینیم چی کار رو انجام میدیم. اول باید ریموت دسکتاپ شما آن باشه. از کجا میریم آن میسازیم؟ ولی موقعیت رو به شما میگم، میریم به ویندوز سرور، ویندوز سرور 2008. وقتی خواسته باشیم ریموت دسکتاپ رو آن بسازیم، سعی کنیم گزینه خیلی ساده. میرم به این قسمت، رو مای کامپیوتر خود که راست کلیک میکردیم یک رام امینه، رو مای کامپیوتر راست کلیک میکنیم گزینه پروپرتیز، گزینه چی نوشته؟ ریموت ستینگ، یعنی تنظیمات مربوط به ریموت دسکتاپ. رو از این کلیک میکنیم، اول کدو گزینه انتخاب شده؟ اول این گزینه انتخاب شده. این چی نوشته؟ نوشته don't allow connection to this computer، اجازه نده که کسی وصل شه به این کامپیوتر. اما اگه این گزینه دومی انتخاب بکنیم، نوشته allow connection from computer running any version of remote desktop، اجازه بده بر کامپیوتر هر نوع ورژن از سیستم عامل که استفاده میکنه مشکل نداره. این حالت چی نوشته؟ less secure، یعنی امنی. اگه شما این حالت رو انتخاب کنیم میگیم خیره، چون ما ماییم کسی به سیستم ما وصل شه. حالا این کار رو کردین، منو قسمت PC کلاینت رو، از این PC کلاینت ما هم سرور ریموت بکنم، وارد سرور بشم، سعی کنیم چی کار انجام بریم. قسمت استارت نوشته میکنیم ریموت، گزینه اول چی نوشته؟ ریموت دسکتاپ کانکشن. رو از این کلیک میکنم، ریموت دسکتاپ کانکشن رو من کار بکنیم، وارد یک PC بشیم و اون PC به اختیار خود خود قرار بده. این پروسس زیاده در کامپیوتر، مدتی طول میکشه و این کالا عملی هم میکنیم بدون ویندوز سرور 2008. یک دفعه با ویندوز سرور 2008 کار میکنیم، یک دفعه بدون از اون. خب منتظریم تا ریموت دسکتاپ کانکشن بیاره. ایر مینیمایز میکنم. رم چند استفاده شده؟ 76%. با سی پی خوب کمتره، منتها رم پر شده. واسه ببینید ریموت دسکتاپ اینه به این قسمت آورده، ما باش ایر بسته کنم به این قسمت، به بک گراند آورده. وقتی ریموت دسکتاپ خواسته باشیم وارد یک پی سی بشیم چیکار میکنیم؟ این نوشته ریموت دسکتاپ کانکشن، آی پی سیستمی که ما این ریموت بکنیم وارد ازو بشیم مینویسیم آی پی سرور ما چند است؟ 192.168.1.1. هر پی سی که ما این وارد بشیم و او رو ریموت بکنیم همون آی پی از او می نویسیم. بعد این گزینه کنکتر می زنیم، بعد گزینه کنکت. حالی ببینید وقتی گزینه کنکتر می زنیم، بعد به شما میاره میگه یوزر نیم پسورد پی سی که می وارد بشی برای ما بگو. ما چون وارد ما سرور بشم میرم اینجا چیر می نویسم؟ یوزر نیم و پسورد سروره. یوزرنیم یا هست ادمنستریتور، ادمنستریتور، ادمنستریتور. بعد از او تریتور اسپل باید دقیقا اینه چیز باشه، ادمنستریتور. پسوردی هم هست، اوکی. ببینیم بعد یه همچین صفحه ظاهر میشه. وقتی این گزینه ظاهر شد، گزینه یه سر بزنین والی کنکشن دو صفحه سرور شما کلن به اختیار شما قرار میگیره. حالا ما وصل شدم به سرور، کل اطلاعات مربوط به سرور دیگه فعلا به اختیار من، هر کاری خواسته باشم رو فایل ها و فولدر ها میتونم انجام بدم. و به یه قسمت هم دقت کنید، به شما میاره آی پی که سیستمی که شما به او ریموتلی کنک شدین، او آی پی برات چی است؟ 192.168.1.1. ما از طریق کلاینت وارد سرور شدم، ولی فعلا پی سی ما چیه؟ یه سروره. میبینید کلن به شما میاره کنکشن پس دیسکونکت کرد. دوباره این کار میکنم، کنکتر میزنم، کنکت. The computer گفته cannot connect to the remote computer. اوکی okay? ما کار میکنم اصلا نمیه الیخ نمیه باشه، حالا نمیاره این اصابر کنه. ما پس از طریق کلاینت میرم دوباره هم یه عملیات کار میکنیم، وصل میشم. ولی به او یک کم دیدین، میرم من به یکی دومی ریموت بدیدیم، وصل شد، کلن صفحه به اختیار ما
قرار گیریم. خب بعضی وقتا الرت های میاره مون تا حالت عادی و اصلی که باشه هیچ وقت همون الرت ها هم نمیاره. حال سیستمی که ما این بو واسشیم آی پی رو چند است؟ 192 168 نامی باشه حتم دقیق باید بنویسیم اگر وجود داشته باشه. او خود آی تی سی هیچ دومین شما نه، نام کمپیوتر نیه، نام کمپیوتر نیه، او آی تی سی هیچ دومینیه که شما بو وصل میشیم. داد یک داد یک هر چیزی که دیده باشیم یک جا نوشته کمپیوتر نیم، یک جا نوشته فول نیم، به پایینی نوشته دومین. او آی تی سی هیچی که ساختیم دومینه. آی پی سیستم رو می نویسیم به قسمت گزینه کنکتر میزنم. ببینید گفته you cannot connect to the remote computer. چرا؟ دلیلای هم به شما میگه، یا میگه اتمی ریموت کنکشن آن نیه، یعنی که سیستم برای شما اجازه نمیده. این رو اوکی میکنم. یک را دیگه چیه؟ حالا خب فعلا جایر موقعیت های فهمیدین. این گزینه های داره به اسم آپشن. دو از این قسمت هم که کلیک کنین، هر وقتی خواستیم که کل درایو های رم دسترسی داشته باشیم، میرین قسمت لوکال یوزر رو کلیک میکنیم، قسمت مور. از این قسمت درایو هم تیک میزنیم، یعنی کل درایو از او هم به اختیار ما قرار بده. این برای یک گزینه بیشتر بود، گرچه هم گزینه ریموت دسکتاپ شما کار کنیم زیاده. کنکت میزنم به اینجا به شما میاره، میگه ریموت اکسس از نات انیبل، یا ریموت اکسس میگه انیبل نیه. واسه دلیلای به شما میاره. یکی دوم، در ریموت کمپیوتر است ترناف، یا ممکن است سیستمی که شما ما این به وصل شیم ترناف باشه، خاموش باشه، گوه زمان هم امکان نداره. یکی بعدی، در ریموت کمپیوتر است not available on this network، ممکنه به همین نتورک یا به همین نتورکی که شما نیم و کمپیوتر که شما ما این به وصل شیم و قابل دسترس نباشه. این رو اوکی میکنم، این هم کنسل میکنم. ولی میریم ببینیم با سرور شما دسترسی دارین یا ندارین. میرم CMD رو باز میکنم، CMD پینگ میکنم سیستم سروره، پینگ 192 فاصله 192 داد 168 داد 1 کنکشن با سرور وصله. چون ممکنه اگه کنکشن قطع شده باشه بازم به شما اجازه نمیده. ما رو اجازه داد یک دفعه وارد پی سی شدیم، جا در جا ایرور یاد میتونستیم، اما ایرور قطع نکنیم. اگه او ایرور قطع نکنیم، گزینه کلوزی نزنیم، کنکشن شما به همون ترتیب برقرار و هیچ مشکلی نداره. میرین قسمت خود سرور، پی سی سرور، این لاگین میشیم، پس کنترل انزر تمیزنیم، قسمت یوزر کلیک میکنیم، یوزر ادمنستریتور پسورد رو وارد میکنیم. دلیلی که وارد نشده احتمال زیاد اینه که یه حالته لاگان لاگ آف دیشته. پسورد وارد میکنم، میبینیم همه صفحه که ما از طریق کلاینت بود دسترسی داشتیم ولی داخل سرور وجود داره. سرور هم روشن شد، راست کلیک میکنیم، چند ریفرش هم میکنیم، دوباره میرم از طریق کلاینت وارد سرور میشم. این قسمت استارت نوشته میکنیم ریموت دسکتاپ کنکشن کلیک میکنیم. بعد آی پی سیستمی که ما این ریموت بکنیم 192.168.1.1 کنکتر میزنم. بعد میام به این قسمت، میگه یوزر آی تی سی ادمنستریتور میخوای وارد بشی، میتونیم به اینجگاه دقیقا بنویسیم ادمنستریتور تریتور، اسپل باید این چیز باشه و پسوردی هم اوکی میکنین، مشکلی که وجود نداره. حالا به شما میاره که حالت انسیکیور داره و بعضی گزینه ها دیگه. یه سر میزنیم اگه کنکشن شما برقرار باشه، بعضا صفحه خود سرور یا خود دسکتاپ سرور به اختیار شما قرار میگیره. این نوشته کنکتینگ در حال وصل شدن به همچین آی پی ادرسیه. بعد گزینه یه سر میزنین یس، بعد از صفحه ویندوز سرور به اختیار شما قرار میگیره. کلا دسکتاپ یا میتونستین فایل ها و فولدر ها اینا رو هم انتخاب کنین، ساده گزینه آپشن رو کلیک میکردین، بعد قسمت لوکال ریسورسز و گزینه
بله ویندوز سرور 2008 شما ریموت کردیم و وارد ویندوز سرور 2008 شیم. از طریق چی؟ از طریق کلاینت. میبینیم این فایل ها و فولدرهایی که ما قبلا در ویندوز سرور 2008 شیر کردیم. این مینیمایز بکنم که شما ببینیم. رو مینیمایز کلیک کردیم ولی به شما سرور شما هم به قسمت این کلاینت مونه و این هم سیستمیه که ما ریموت کردیم، یعنی کنترل کردیم ولی وارد سروریم. پس این سیستم سرور مونه که از طریق کلاینت ریموت شده و این قسمت هم آی پی رو به شما میاره که سیستمی که شما ریموت کردین انمی آی پی ادرس و همین مشخصات داره. میتونیم پس کنکشن قطع بکنیم و وقتی که ریموت میکنیم سیستم سرور شما حالت چیر بخو میگیره، حالت قرار میگیره مثل لاک اسکرین که کلا صفحه از او قطع میشه، یعنی به اختیار شما قرار داده میشه. شما هر کاری خواسته باشیم روی پی سی از او میتونیم انجام بدیم. میتونیم بریم یک اپلیکیشن انستال بکنیم، میتونیم فایل کپی و پست کنین، هر کاری خواسته باشین. من همین فایل رو کپی میگیرم، گرچه فایل شیر شده باشه یک فایل دیگه بسازم به اسم نیو فولدر. نیو فولدر رو کلیک میکنم، نیو فولدر ساختیم به این قسمت. میتونیم نامی رو هر چی خواستیم بدین، کپی میگیریم کنترل سی کپی، بعد میایم به این قسمت ایر مینیمایز میکنم، میرم به این ویندوز سرور که داریم به اینجا پستر میزنم. او فایل از ویندوز سرور کپی گرفتم به اینجا چیکار کردم؟ پست کردم. مثل از اینکه فایل از یک پی سی به پی سی دیگه بگیریم، فرق نمیکنه. این بود نوی ریموت دسکتاپ کانکشن که وارد یک پی سی میشدیم بعد ریموت دسکتاپ از او آن باشه، همین هر فردیش و کانکشن شما بین سورس و دستنشن هم برقرار باشه. این عملی هم کار کنیم بین دو تا پی سی، چی قسم دو تا پی سی با هم وصل کنیم یا نه؟ چون همین گزینه تکرار میشه. به شما میگم عملی کار کنم، کیبل آوردین یک قدم لپتاپ رو میاریم، همین گزینه رو از طریق اصلی کار میکنم. میخوام ویندوز سرور 2008 بود، میگم از طریق کیبلی وایلس فرق نمیکنه هر چی شما میگید. خب پس میرم این یک کلم این کار زیاده، من انگار خود خود زحمت میدم، گرچه دست شما ختم. ما این کمی پس تکرار بشه بی تریاد گیریم.